چجوری هر سری بطری بازی میکنیم دنی اول حاکمه. رمز میزنی؟ اینا همه نشونه هست، حالید نیست. بطری تو بچرخون حکم. چشم دنی جان، دیگه هوا رو داشته باش، خانومونو زیاد اذیت نکنی دیگه. حواسم هست. نه میگم یعنی آدم باش. نه منظورش اینه که تو هر جمعی هر حکم رو نباید گفت. نه امیر خیالت راحت، جهت یادآوری بهش گفتم. والا دنی جان 3 سال ما باهاش همخونه بودیم زمان دانشجویی، هر شب هوا رو داشت. نه میگم آقا چرا اینجوری میکنید؟ میترسید؟ خب اگه میترسید چرا نشستیم بازی میکنیم؟ باشیم بریم فیلم ببینیم، من فیلم خوب دارم. هیچکی نمیترسه، تو حکم کن، کسی بیخود میکنه اجرا نکنه. نه ناراحت نشو، منظورش اینه که اون حکمای مجردی رو نکن دیگه، وضعیت خود میبینی. آقا اجازه بدید، اصلا حکم من همینه. شما با حمید کاپلید دیگه، شما با حمید. کی اینجا تنهاست؟ من. شما امروز زنگ میزنه به یه دوست خوبت، خوشگل، تنها. خیلی مهمه تنها باشه. میگی ما امروز اینجایم، یه مورد اوکازیون واسط دارم، میاد. هم خودش از تنهایی در میاد، خودش هم من. ها؟ بابا این چیه حکمیه؟ من زنگ بزنم کی بیاد؟ خیلی حکم باحالیه دیگه، زنگ بزن به اون. کدوم؟ به یکی از دوستات زنگ بزن دیگه، حکم باید اجرا بشه. چه بدبختیه اونی که قرار به خاطر تو بیاد. مگه من چمه؟ ببین کسی که همچین فرصتی واسهش پیش بیاد و نیاد، لگد به بخت خودش زد. مگه جمه؟ الکی صابون به دلت نزن، هیچ کی اینجوری پا نمیشه بیاد. میخوای من زنگ بزنم یکی پاشه بیاد؟ چی گفتی؟ منظورم این که اگه گوشی شارژ نداره از گوشی من زنگ بزنی. من نمیدونم، حکم اینه باید اجراشه. آقا ببین کی به ما زنگ زده. به خیلی چاکریم. آقا ما دیروز این عطر شما رو گرفتیم، خیلی خوب بود. دم شما گرم، فقط بوی شما رو نمیداد. ببین من از اون زاویه نگاه میکردم، منظور از اون نبودا. پنجاه نفرم از زنگ. نه عزیزم شما زاویه بده. الان امیر جان زاویه خوبی میگه، از این زاویه نگاه میکردم. آره زاویه رو ببین. فقط جسارتا اینا 0% دیگه، الکل نداره. نه نه شرمنده. نه چیکار کنم؟ بفرستم؟ چشم، یه آدرس بفرست. چشم مکرم. آقا چی شد؟ اوکی شد؟ یک چقدر دیسپچه ای تو داره همه هنگ میکنه دیگه. این که گفتی چی بود؟ حالا پیشید از بعدم بهتون توضیح میده. پس بگو واسه نهار بیاد، من برم چند تا آبجو بیارم. آخ بگردم. این چی گفت؟ آبجو؟ از قاب اولی که این بچه رو دیدم فهمیدم چه کاراکتر جذابی داره. درست عین جانی. کی؟ جانی. کدوم جانی؟ جانی دپ. آه دپ دپ. مگه تو آبجو میخوری؟ نه مگه شما نمیخورین؟ آبجو درمان بیش ما فقط از تینر و سن. نه نمیخوریم. چرا ما باید آبجو بخوریم؟ نه آخه گفتی تینر. نه تینر رو چون من قبلا نقاشی تدریس میکردم. بس مگه نمیشنسی منو؟ نقاشی؟ چه سبکی کار میکردین؟ آنپرونالیسم. چی؟ سهیونیسم. پس چرا به من نگفته بودی عزیزم؟ چی میگید واسه خودتون؟ هر آبجویی که الکل نداره، اینا 0% مجازه. ببین این گندمه، این لیموه، این سیبه، این کلاسیکه، هر کی هر طعمی میخواد برداره دیگه. اه آیشما، من از اینا تو هامبورگ میخوردم، جالبه اینجا هم هست. حکم چی شد؟ همسر آیندم که زنگ زدید؟ آره داره میاد، ولی آدم حسابیه ها. عکسشو ببینم. عکس نداره، خوبه، هم دانشگاهیمه. خب عکس پروفایلشو اینستاشو بگو فالوش کنم. میگم آدم حسابی اینستا نداره. یعنی ما اینستاگرام داریم آدم حسابی نیستیم. خب بس چی میکنید، من رفیقاشو دیدم دیگه، همه اوکی. چی گفتی؟ منظورم اینه که ازم دارم حرف شما رو تایید میکنم، آدمای درست حسابی ان، خانواده دارن، اینو دارم میگم. چجوری دنیو ندیده و نشناخته میخواد پاشه بیاد اینجا؟ مگه جمه؟ ماجرا رو که نمیدونه، به خاطر من داره میاد. به خاطر تو میاد؟
پس چی؟ میگم طرف درس خونده است، هنرمند گریمور سینماست. بهش بگم وسط بطری بازی حکم کردم باید بیاد. به نظر خود میاد؟ و من فکر کردم به خاطر من داره میاد. یه جور که فایده نداره. حال بس، خدا بزرگه. دوباره دل هوای ما تو بودن کرده، اگو این دل دوری عشق تو باور کرده. دل من خسته از این دست به دعاها برده، همه ی آرزوهام با رفتن تو مردن. حالا من یارزو دارم تو سینه که دوباره چشم من تو رو ببینه. حالا من یارزو دارم تو سینه که دوباره چشم من تو رو ببینه. میگم چی به این دختره گفتی با دوست شده؟ مگه مو چمس؟ او خانه داره، ماشین داره، قیافه داره، پول داره، تو هیچی نداری. ببی دنی جان، دیمین یک رابطه دختر و پسر مکمل همین. تو الان چجوری مکمل اونی؟ ببی تیام هم خانه داره، هم ماشین داره، هم قیافه داره. اویی که همه چی داره مکملش کیست؟ کیست؟ اویی که هیچی نداره. دنی برو در رو باز کن، همسر آیندت پشت دره. ای بگردو. سلام. سلام عشق. هر 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 خیلی مسخره اید. چیه طبقه نشنگ خوب باشم عشقم؟ تو با اینایی شغال؟ به جون تیام هم که میخوام دنیاش نباشد. آره با اینام بیا ریاکشن تو ببین. قیام بست. این چیه؟ اینا شخصیه، بده من. خب شما که حکمو اجرا نمی کنید بی خود میکنید میشینید بازی کنید. جمع کنید بابا. ولی باور کردنی اصلا ما دل نمیگوش. بابا ناراحت نشو، زنگ زدم تو راه دارم. نخواستیم بابا دیگه بیادم نه، بگو نیاد اصلا. شما فکر کردی من لنگه؟ سلام. ای بگردو. راحت پیدا کردید اینجا رو؟ بله. خوب پیدا کرده، خوب پیدا کرده انصافاً. بچه ها دوست هنرمندم هانا، امیر، شبنم، دنی و مانی. آقا مانی شمایی؟ تیام جون خیلی تعریفتون رو کردن، خیلی خوشحالم که میبینم اتون. خواهش میکنم، من اصلا فکر نمیکردم تیام جان دوستایی همچین هنرمند و خوب داشت. ماشالله ماشالله. شما الان سر پروژه هستید؟ چون قراره من به زودی یه فیلم کوتاه بسازم که توش یه چیزی، یه گریمور خوبی مثل شما احتیاج دارم. ماشالله ماشالله. والا الان که سر هیچ پروژه‌ای نیستم، ولی تا چند روز پیش سر کار جدید آقای فرهادی بودم. اصغر؟ بله، آقای اصغر فرهادی. پولتو گرفتی؟ ببین اصغر خیلی بد پول میده، مثل فیلماش یه دفعه آخر کار ول میکنه میره. همین ترانه بدبخت، من خودم پولش رو واسش زنده کردم. شما مگه میشناسینش؟ چجوری اصغر رو میشناسید منو نمیشناسید؟ اصغر داداشمه. واقعا؟
مثلشو نگفتم، مثل داداشمه. مثل شما این عکسو ببین، من نمیخوام ریا نکنم، این عکسو ببین شما، منو اصغر تو کن یهویی. چه جالب، نمیدونستم اومدم تو جمع هنرمندا. آره اینجا همه هنرمندن، منم دارم کتاب شعر مینویسم. آقا دنی عطیام جون، شنیدم صدای خیلی خوبی دارید. بله بله، حالا بازی کنیم، واسه تو میخونم. چشم. راستی احمد آقا چطوره؟ بهتره؟ خدا رو شکر بهتره. احمد؟ احمد کیه؟ پدرشه. آه. اه؟ شما دختر احمد آقایی؟ بله. دختر احمد آقایه. دختر احمد آقا تو عروس بندری، گل ناز شمشاد تو عروس بندری، دختر احمد آقا. خیلی مسخره اید. آبجو چطور همی دوست دارین؟ آخه آبجو که نه نه، سوء تفاهم نشه، اینا 0% الکل نداره، خیالتون راحت باشه، ما اینا رو خودمون وارد میکنیم. آیشبام آلمان، این طعمشو به شما پیشنهاد میکنه. ما از اینا تو هامبورگ زیاد میخوردیم، زیاد. البته ما نه تیام جان. بطری بازی هستین؟ چرا که نه. آخ بگردم. خب حالا امیر جان، از همون قاب اولی که من تو رو دیدم گفتم قبلا یه جا دیده بودمت. کجا؟ اون سمت باغو میبینی، اون بیله. بلند شو بلند شو، برو اون بیله رو بردار، اون قسمت باغچه رو قشنگ بیل بزن. باشو باشو پاشو ماشاءالله، پاشو ماشاءالله. بابا اذیتش نکنی. حکم دیگه، بازی همینه دیگه. به نظرم یکم حکم رو هیجانی تر کنید، جذابیتش کمه. تیام آقای ما رو میفرستیم بره بیل بزنه. آره تیام، پشتت فرغونه. آره آره آره، پاشو برو تو اون فرغونه بشین، گوشی تو بده ازت عکس بگیرم، بعد همین الان پستش کن تو اینستاگرام، زیرش هم بنویسی یه روز کاری سخت. بابا مانی اون حکم کرد، چه ربطی به من داره؟ پاشو دیگه، پاشو پاشو بازیه، پاشو بچه بزن. خیلی بهش میاد. با اسنپ چت بگی خوشگل بیفته. ببین اینو بذاری قشنگ 20-30 هزار تا لایک میگیری. شبنم جان یه دقیقه میای ازم. بچه کامنت بذارید. دسته نباشی بوس محمد. عزیزم همه شونو بلاک کن، نتونم کامنت بذارم. چی شده؟ اینا چیه؟ اینا آینده من و توه. از کجا آوردی؟ تو باغچه داشتم بیل میزدم. خب اینا مال دنیه، مال ما نیست که. دنی کیه دیگه؟ این حداقل 10 سال زیر خاک بوده، دنی خونه پر اینجا رو 6 ماه گرفته. واقعا؟ یعنی پولدار شدی؟ خونه تو جردن، ویلای شمال، ماشین شاسی بلند، دور دور تو انگرزگو. وای چقدر فیلم بسازم، نقش اول تمام فیلم ها تو میشی اون وقت. مسافرت ها رو بگو، میریم مالدیو، کلبه روی آب، چقدر رومانتیک. میریم تایلند. وای تایلند، طبیعتاش خیلی خوشگله، من همه عکساشو دیدم. تو عکساشو دیدی، من فیلماشو دیدم. آخ آخ چه طبیعتی داره، آدم دلش میخواد اونجا بره تو طبیعتش دیگه بر نگرده، همونجا جون بده. اصلا خواب هر شبم اونجا برم بین این دخت درختای قد بلند خوب پر میوه. آی چه بله بله جوجه. دو تا جوجه،
یه کوبی داده آقا سفارش غذا ندید امروز نهار همتون مهمون من شیشلیک یوک گنج پیدا کردی؟ ها چی؟ منظورم این که چه خبره بلخرج شدی؟ نه همینجوری میخواد مهمونتون کنه خبر خوب شنیده خوشحاله آخه شما مهمون من زشته آقا آقا مهمون چیه؟ یه بار که هزار بار نمیشه نفع مهمون من باشی؟ بذار راحت باشن زشته آقا اونا رو خط بزن شیش تا شیشلیک دنی هفت تا هفت چرا هفت تا؟ یک دن سر رز آقا هفت تا شیشلیک با مخلفات بر آقا بیاین تا نهار میاد یه دستیگه بازی کنیم زنی زدم به صافکارم گفتم مرخصی میخوام گفت نمیدم گفتم گور بابات هم خودتو میخرم هم شرکتتو هانا جان یه حکم میکن برق از کله محکوم بپره زنی زدم به صافخونه گفتم اگه یه ماه اجاره خونم اقعا بیفته چیکار میکنم گفت تخلیه کن گفتم خونتو میخرم میکنم انباری خانومم امیر ببین هر حکمی دلت میخواد بگو اجرا میکنم اصلا شرایط واسه مهم نیست آره باشه بگیرم چقدر شده عزیزم؟ شده 900 و... بیا برات یه تومن کشیدم باقیشم شیرینیه خوده دست بده بخیر عرض خدمتتون امیر آقای شما الان فکر میکنه برج خلیفه رو میتونه بخره اما خب جل خرم بهش نمیدن اون جوارهی که اونجا پیدا کرد من و دنی قبل بازی اونجا چال کردیم یکی رو اسکل کنیم که دیگه شاد زمیر شما زنی زدم به صافکارم گفتم مرخصی میخوام گفت نمیدم گفتم گوره باباتم زنی زدم به صافخونه خود تخلیه کن گفتم خونتو میخرم میکنم انباری خانومم خیلی چه شوخیه امیر به صافکارش گفته دیگه نمیام سر کار تازه به صافخونه هم پیام داده گفته تا آخر هفته تخلیه میکنیم وای وای امیر داره میاد چی کار کنم الان آقا پاشیم بریم داخل اینجا جا نیست غذا یخ میکنه میریم حالا یه لحظه وایسا آره داشتم میگفتم دلی جان مال دنیا اصلا ارزش نداره امیر آقا من یه رفیقی داشتم یه شب میلیاردر شد همین 4 روز پیش سکته کرد یه بریش آدم باید قدر سلامتیشو بدونه امیر جان نه آقا اتفاقا نظر شخصی من اینه که فقط پول مهمه سلامتی میاد و میره نفهمید ببین امیر جان این روزا حتی جواهرات هم داره ارزش خودشو از دست میده دیدی؟ چون دیدی؟ نه آقا مثل اینکه شما اصلا اخبار و روزها رو پیگیر نیستید جواهرات روز به روز داره قیمتش میره بالا نه ببین سر همین قضیه کرونا امید به زندگی تو مردم خیلی کم شده دیدی که دیگه سر همین دیگه جواهرات تقلبی و اصلش علاوه ارزش دیگه زیاد با هم تفاوتی ندارن دقیقاً الان شما یه پارچه قهوه‌ای که داخلش سری جواهرات با یه زنجیر داشته باشه از زیر خاک پیدا کنی با تقلبی هیچ فرقی نداره نه بعد جوگیر بشی زنگ بزنی مثلا صاحبکارت بگی نه فلان چی یادن چی میگن صاحبکار چیه جواهر تقلبی چی دارید میگی شما چرا خنگی تو بابا اون آتشخاله‌ای که تو باغچه پیدا کردی همش تقلبی بود منو دنی اون زیر خاک کرده بودی درسته با منی اما
به این بودن نیازارم، تا که حتی با چشماتم نمیگی دوست دارم. اگه گفتی دوست دارم فقط بازی لبات بود، وگرنه رنگ خودخواهی نشسته توی چشمات بود. هرچی عشق توی دنیا من میخواستم مال ماشه، اما تو هیچ وقت نذاشتی بینمون قصه نباشه. ببخشید بار اول میای تو جمعمون این شکلی شد. نه خواهش میکنم، به هر حال پیش میاد دیگه. ولی شوخی بدی با دوستتون کردید، بنده خدا تو دردسر افتاده. امیر نه، کمکش میکنیم، نمیذارم اینجوری بمونه. تیام به هم گفت که تو بطری بازی حکم کردی، گفتی من بیام. طبیعیه دیگه، دختره همه چیشونو به هم میگن، برعکس پسرها. راستی اسمت دانیاله؟ نه. پس چرا دنی صدات میکنه؟ فامیلیم دنده ایه، همه بهم میگن دنی. آها، پس اسمت چیه؟ اسممو نپرس، اسممو دوست ندارم، به کسی هم نمیگن، همه همون دنی صدام میکنن. باشه، ولی به نظر من که همه اسما قشنگن. حالا میشه اسمتو بگی؟ میگم بهت، ولی به بچه ها نگو، اونام نمیدونن. باشه. اسمم نیسانه. اتفاقا اسم خیلی خوبیه، نیسان دنده ای. ایسکا منو گرفتی؟ آره. درسته، بله. ببینید، آیشبام سال 2019 نشان طلای انجمن کشاورزی آلمانو گرفته. ما هم داریم تو طعم‌های مختلف بدون الکلشو وارد کشور میکنیم. بله درسته، میفرستم خدمتون. چشم، خدافظ. خدافظ. ببینم اینو باز چی فالو کردی؟ این اول خودش فالو کرده و بعد یه دایرکت میداد، بک بده دیگه فالوش کردم دایرکت نده. کیم کارداشیان به تو دایرکت زده فالو کن؟ کی؟ نمیشنست مثلا، بیا اصلا الان بلاکش میکنم. بیا. چی گفته؟ میگه اجاره خونه رفته بالا، باید پول پیش بیشتری بدیم. باز خوب قبول کرده بمونیم، خدا رو شکر. سابکارت چی گفت؟ شونو باید برم حضوری صحبت کنم. سگه با پیام میدم سین میکنه جواب نمیده. آقا ول کنید این گوشی ها رو دیگه. یه روز اومدیم دور هم باشیم، همش سرتون تو گوشیه. آره دیگه، بیاین بازی کنیم. بچه‌ها من یه پیشنهاد خیلی جذاب دارم. بگم؟ آره جان. فقط لطفاً بیل زدن و فرغون و اینا نباشه. من توی خوشکلم کثیف شد. نه خیالت راحت. هممون گوشیامونو میذاریم روی میز. گوشی هر کی زنگ خورد باید روی بلندگو جواب بده. پیامم اومد باید بلند بخونه. در ضمن گوشیام نباید سایلنت باشه. نه جذاب نیست. نه. چرا؟ چیزی داری که دوست نداری من بدونم؟ من چی مثلا دارم؟ بیا این گوشی من رو میذارم. چرا برعکس گذاشتی؟ چه فرق داره؟ خب بیا عزیزم، بیا بیا تو اینجا هم از من صادق‌تر کسی نیست. تو هم بذار دیگه. باشه میذارم، چیزی واسه پنهون کردن ندارم. بابا آقا دنی، از این تن بازم دارید؟ من برم به چند تا آبجو بیارم، حواست به خانه باشه. بارا خط خونم نک بارا. گوشیشو کجا برد؟ داداشمون رفته پاکسازی کنه برگرده. همچین آدمیه؟ دیگه شواهد معلومه دیگه، معلومه چیشه خورده داره، ویلا ما قانون گوشیم گوشی ها همه رو میز باشه. امیر جان، از این قاب که دارم نگات میکنم احساس میکنم خیلی دیگه داری همچی گمراه میکنی هانا جانو. اصلا دنی همچی آدمی نیست. باشه بابا، تا خوبی حکم تو بکن. خب
هانه جان دوست داری چی کارت کنم؟ تو دوست داری من چی کارت کنم؟ بابا حکم تپ تپ میزنی، منظورم این که چی کار کنم، چه حکمی بگم؟ میخوای از رو چشات ذهنتو بخونم؟ میخوای هیپنوتیزت کنم؟ هیپنوتیزم؟ مگه بلدی؟ من عاشق اینجور کارا. مگه بهش نگفته بودی؟ ها به خودت هم نگفته بودم، من کلی از رفیقامو هیپنوتیزشون کردم. خب الان کم کم چشمات سنگین میشه، به حرفایی که میگم خوب فکر کن. فکر کن توی دریای بسیار بزرگ با یک قایق آش و لاش داری مثل اسب با دست راستت پارو میزنی. باریکلا، پارو بزن. خب حالا یهو دریا طوفانی میشه، دیگه دست راستت در اختیار خودت نیست. الان میتونی دست راستو نگه داری؟ نه نمیتونم. نمیتونه. حال کردید؟ نمیتونه. خب برش کردم به حالت طبیعیش. ها نگفتم به تو، من وسطای کلاس دیگه نرفتم، بعد تا همینجا یاد گرفتم، فقط میتونم ببرم نمیتونم بیارم. مگه نمیگه کلی از دوستامو هیپنوتیزم کردم؟ خب اونا رو چیکار کردی؟ اونا هم هنوز تو قایقن، بر نگشتن دیگه. نمیتونم دستمو نگه دارم، اختیارش دست خودم نیست. مسخره بازی در نیار، برش گردون، الان دنی میاد. به خدا بلد نیست. ببین سعی کن برگردی، برگرد. نه باید تا ساحل پارو بزنم. برگرد دیگه، الان رسیدید، سعی کن برگرد. الان پارو رو بخون، پارو بی صاحب و ول کن. کامل برگرد. نرسیدم. میتونی برگرد. خوب برگشت، خیلی خوب برگشت. بهتری؟ گوشی کیه؟ بلند بخون. گوشی امیره. کی بوسه منو میدی؟ این کیه؟ نمیدونم، شمالش اصلا سیف نیست. برو بوسشو بده، برو جواب بده، بگو الان میام. همونه. طعم لبات بهم آرامش میده؟ به جون عزیزترین کسم نمیشناسم من اینو، نگاه شمالش اصلا سیف نیست. همونه؟ آره همونه. جواب بده، بزن رو اسپیکر. الو. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوا دار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه تشنه لبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی. مثل همیشه خوش صدایی. خب ولی برعکس ذاتت صدای خوبی داری. اه؟ بوس منو کی میدی؟ خدایی تو شماره من از کجا آوردی؟ بابا شبنم فرستاد لوکیشن اینجا رو بفرستم واسه تون دیگه. راست میگه. میگن اسمس منو خوندی، به خودت دیدی. نه خیرم، من به خودم مطمئنم. من فقط گفتم که نکنه مافیا سینما دوره ها شیعی واسه هم درست کرده باشن. M2 بچه ها بازی کنیم دیگه، برو بریم. آخ چه حکمی بکنم آقا، هر کی محکوم شد باید خودشو بندازه تو این استخر. این استخر؟ من از وقتی اینجا رو گرفتم یه بارم آب اینو عوض نکردم. و کسافت لجن، برو قورباغه است. ببین من واسه خودم نمیگم، من اوکی ام، تیام تفلی سینوس مینوس نداره. ببین این عمودی بره افقی میاد بیرون. راست میگه، من نمیتونم.
منم که شنا بلد نیستم، بعد اصلا من فوبیای آب دارم. من کاری به این حرفو ندارم. از صبح دهن منو سرویس کردید، روزگار منو سیاه کردید. هر حکمی بگم باید اجرا بشه. آخر؟ آخر نداره. بی برو برگرد بعد حکم اجرا بشه. عزیزم خفه شو. گوشی کیه؟ بده من. اسمس واریز مبلغ 750 میلیون موجودی. هی چندی صرف داره؟ ببینم ماشاءالله. بده ببینم. من برم هولر بذارم الان میام. تیام جان میدونی موجودی چیز مروارید نگاهت با من چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ همون کاری رو کرد که بمب هیروشیما با ژاپن کرد. عزیزم بوی گاز میاد. چرا؟ مگه زیر گاز روشنه؟ وایسا الان میام. وایسا چی شده بود؟ بوی گاز میومد؟ نه نه دیگه چی فکرم توهم زده بودم، بوی گاز نبود. بعد شام چی میچسبه؟ فقط سیگار. نه شنیدم میگن میچسبه بلانس نشت. ده بندهنته سیگار چیه؟ فقط آیشبام آباجای بدون الکل. این خدمت شما خانم میلیاردر خود ساخته. حالا با این مطمئن مسخرت تو که داری؟ حالا خانم بفرمایید. خانم شب نه خدمت شما. بوسه منو کی میدی؟ بچه ها معرفی میکنم استاد بلا منازع بطری بازی امیر تارانتینو. ببین محکوم کیه بعد حکم کن. بریم. کیه این؟ بزن رو اسپیکر. بچه این طلبکار را چک داره ازم. داداش این فیلم ها که تو بازی میکنی ما خودمون کارگردانشی. آقا اوکی جواب بده. ولی اگه دیدی پسره همون اول قطع کن چک داره. اجازه بده. سلام عشق قدیمی. نمیدونم جای من پسر دیگه اومده تو زندگی تی نه، ولی میخوام بدونی که من تا همیشه طعم بوسه روز اول ما از یادم نمیره. قول داده بودم روز تولدم زنگ بزنم. این چند وقت که نبودی بوی تن تو اتاقم با من عشق بازی میکرد. نمیدونی چقدر دوستت دارم با اینکه میدونم دیگه منو نمیخوای. خداحافظ دل برکم. شما میدونستی؟ به خدا من روحم هم خبر نداشت. اصلا خودش حکم کرد تو بیا اینجا. ببینم تو 3 سال با این همخونه بودی؟ حالا شبا که اتاقا جدا بود ولی کاش در اتاقم قفل میکردم. یه مشکلی هست، فقط تو میتونی کمکم کنی. تو رو خدا کمکم کن دنی. چرا گریه کردی؟ چته؟ سروش بود نامزد سابقم. امشب تولدش قرار گذاشته بودیم شب تولدش رسی ساعت مشخصی بهم زنگ بزنه. بابا مال وقتی بوده که با هم بودین، الان چرا باید بهت زنگ بزنه؟ نه زنگ میزنه، من میشناسمش مطمئنم. تو رو خدا فقط کمکم کن. چه کاری کردی؟ گوشی من و تو یکیه؟ ببین من گوشیامونو عوض میکنم، اگه این پسر زنگ زد من جواب میدم ردیفش میکنم، ولی کی قرار زنگ بزنه؟ نمیدونم الان هست که زنگ بزنه. برو تو برو من کش میکنم. برو رمز گوشی چیه؟ بچه ها من میخوام یه
حقیقتی رو بگم، اون پسری که به دنی زنگ زد، ناصری کارگردان، فردا برنامه چیه؟ آه همون ناصری که پیشش میری؟ آره همون کارگردان هست که سناریو رو داره می‌نویسیم. بده جوابشو. تنها بیا پیشم، همون قرمه سبزی که گفتی زن افریتت بلد نیست پختم. چی؟ چی میگه این؟ زنگ بزن بهش؟ زنگ بزن. باشه خب، بده قیزه بده. الو امیر جون. الو. باور کن اشتباه شده. دقیقه وایسا. حالا شاید هم واقعا اشتباه شده باشه. اگه اشتباه شده واسه چی یکی اشتباهی به من مثلا زن؟ مینا واسه چی به تو زنگ زده؟ حتما گوشی آنتنش پریده دیگه. الان حتما میخواد بگه گوشی رو بده به تیام. من آنتنم پره. الو. تو نمیذاری رو اسپیکر؟ دوستشه بابا. سلام مینا جان، با تیام میخوای صحبت کنی؟ سلام مانی عشقم. نه بابا با اون بدترکیب چی کار دارم من؟ داری با شوخی، داری با شوخی. الان اتفاقا تیام هم اینجاست. بهش نگی من پشت خطم و صداشو میشنم و مثلا کهیر میزنم. پاشو ماشینشو بگیر مثلا هفته پیش بریم یه وری. چند تا دوستام هستن میخوان ببیننه. الو کوشی جدیدن خیلی خد رو خد میشه. چی بود؟ نشنم. دنی جان من برم با دنی نهار رو اوکی کنم دیگه دیر وقت بود. اومدم دنی اومدم. خیلی خوش گذشت. خدافظ. هلو بیبی تیام جو خوبی؟ چند رو دیگه مرزا باز میشه پرواز میگیرم واسه. بیا اشغال به راهه. زود میبیند اشقم. سی و سون. الو خوبی؟ سر فیلم برداری بودم، همه الان تموم شد. کار اصغر فرهادی بود. الان میتونم بیام؟ اتفاقا نزدیک گردان هم هستم، یه لوکیشن برام بفرست. فقط یه چیزی، من لباس ندارم. آه لباس داری برام بدی؟ باشه خدافظ. چه پسر خوبی بود دنیا. آره من که بهت گفتم خوش میگذره عزیزم. من هر جا با تو باشم معلومه بهمون خوش میگذره. کیه؟ ناصریه کارگردان. گیر داده برم کمکش. والا فردا اگه وقت کردی یه سر برو. آره چقدر همه چی خوب بود. چقدر دنی قشنگ میخوند. قربونتشم. خیلی امروز خوشگل شده بودی. فقط سیام جان یه چیزی، من امشب میتونم ماشین تو دو... آره حتما. اتفاقا منم حوصله ندارم. منو برسون خودت برو. بریم عزیزم بریم. بفرمایید. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. ممنون. منم همینطور. حالا از این به بعد بیشتر میبینمتون دیگه. راستی یه سوال، چرا وقتی گفتم بچه‌ها گوشی‌هاشون رو بذارن روی میز قبول نکردی؟ به نظرم کار جالبی نبود. ولی به نظر من خیلی جذاب میشد اگه قبول میکردی. شاید. یه دنیای فوق‌العاده، یه نیاز بی اراده، مثل نفس کشیدم. من یادم که تو خداشی، نمیتونی نباشی، مثل نفس کشیدم. از حال دلم گفتم عزیزم که بدونی، من مطمئنم تا ته این بازی میمونی.
هر حکم تو یعنی همه قافیه ها، هیچ لبخند تو یعنی همه حاشیه ها.